شهرزاد محمدی هستم از کشور ایران. اولین نمایشگاه نقاشی درباره نور و رنگ که از فرهنگ کشور ایران با خودم به اینجا. در حین مطالعاتی که داشتم در مورد هنر ایران قبل و بعد از اسلام، متوجه شدم که طرحهایی که پیش از اسلام در ایران طراحان به کار می بردن خیلی فرق میکنه با طرحهای اونا بعد از اسلام، من جمله در معماری ها، در صنایع دستی و نقاشی. البته نقاشی به این صورتی که امروزه متداول هست بین مردم، در کشور من به این صورت مرسوم نبوده و مردم زیاد عادت ندارن به این نوع نقاشی هایی که الان در کشور دیگه متداول هست و سالای زیادی نیست که میشناسن این تیپ نقاشی ها رو. با توجه به اینکه کشور من یک کشور مذهبیه و مذهب اون الان اسلام هست و اسلام بر مبنای توحید هست که و توحید رو نمیشه با هیچ تصویری ساخت و بیان کرد، اینکه طراحان همیشه توحید رو به صورت یک امر انتزاعی بهش نگاه میکردن و در دین اسلام هم جایز نیست که طراحان از تصاویر و اشکال به صورت طبیعی استفاده کنن. میتونن استفاده کنن در صورتی که به صورت اشکال هندسی و انتزاعی باشه، اون مشکلی نداره. و من همیشه برام سوال بود که چرا این طرح‌ها اینجوری شکسته است، بیشترشون شکسته و یا به صورت اشکال چند ضلعی کشیده میشن. وقتی مطالعه میکردم مخصوصا در طرح‌های معماری ایران، اشکال ساده هندسی که در کنار همدیگه یک هارمونی خیلی زیبا و یک پارچه ای رو به وجود می آوردن که مفهومش برای من این بود که اینها میخوان یگانگی خودشون رو در این فرم نشون بدن. یعنی هر جزئی که در اون فرم نشون داده میشه یا کشیده میشه جدا از کل نیست، یعنی خودش رو جدا از کل نمیبینه. بنابراین اون نگارنده اون طرح، حالا چه معماری، چه جواهرات و یا صنایع دیگه یا حتی نقاشی، هیچ وقت خودش رو جدا از کل حس نمیکرده، خودش رو جزئی از کل حس میکرده و این برای من یک مفهوم خیلی زیبایی داشت، خیلی دلنشین بود، همیشه دوست داشتم. وقتی که بچه بودم در اماکن مقدس، چون بناهای اماکن مقدس در کشور من به صورتی که بیشتر اونها سقف‌هاش با آینه‌های ریز آینه‌کاری شده که خیلی خیلی قشنگ در کنار هم قرار گرفتن و خانه‌های قدیمی هم هست باز در ایران که پنجره‌های مشبک رنگی دارن، وقتی که نور از میان این شیشه‌ها عبور می‌کنه و روی سطح زمین می‌افته و داخل این سقف آینه‌کاری منعکس میشه، اشکال خیلی زیبایی رو به وجود میاره، در این حالی که انتزاعیه اما بسیار بسیار قشنگه. من همیشه شیفته این اشکال بودم، این رنگ‌ها بودم و یک جورایی دلم میخواست که این اشکال رو که در این آینه ها منعکس شده نشون بدم. ولی خب در زمان بچگی اینقدر اطلاعات نداشتم، اینقدر کار نکرده بودم در مورد هنر تا به مرور زمان و شروع کردم به تحقیقات بیشتر. دیدم که بهترین حالتی که میتونم اون چیزی رو که توی ذهنم دارم پیاده بکنم با یک سبکی، اینه که یک جوری اینا رو به هم دیگه ربط بدم، این اشکالی رو که توی این آینه کاری ها دیدم با اون چیزایی که توی ذهنم میگذره و این کار رو دوست داشتم و ادامه دادم
و به تعبیر خودم تا حدی موفق شدم. یکی از موضوعاتی که همیشه برای من جالب بود در مورد زنان ایران بود و تاریخی که پشت سر اونها بود، یک تاریخ واقعا سخت نظر من. ولی زن ایرانی همیشه با آینده با یک چشم امیدواری نگاه میکنه و میدونه که آینده اون چیزی نیست که گذشته بهش تحمیل کرده و میتونه خودش رو در آینده جور دیگه ای نشون بده، میتونه رشد کنه. سعی کردم اینو با این تابلو نشون بدم که تصویری از یک زن ایرانی با روسری که پوشیده و گذشته‌ای که پشت سرش داره، که سعی کردم با رنگ نشون بدم، ولی اون نگاهش به آینده سبز و دوست داره که این آینده رو با نور خودش رشد بده. یکی از تابلوهای دیگر رو که میخوام بهتون نشون بدم اینه که صورت آدمایی رو میخوام نشون بدم بهتون که در واقع خودشون نیستن. همیشه این سوال در ذهن من بود که این آدمهای واقعی کجا هستن، که پشت لایه‌های زیادی یا ماسک‌های زیادی پنهان شدن. اون وجود حقیقیشون رو دوست داشتم همیشه ببینم یا بشناسم، که همیشه به نظر من اون وجود حقیقی یه نور هست که یک جورایی دوست داره خودش رو نشون بده، ولی پشت این حصارها یک کمی سخته و من دوست داشتم این نور رو یک جوری نشون بدم با این تابلوها. تابلوی دیگه که دوست دارم شما ببینید در مورد چهره انسان هاست، همون نوری که باش باهاتون صحبت کردم، که در اینجا سعی کردم حضرت مسیح رو نشون بدم که برای من همیشه محترم بوده و دوستش داشتم و دلم میخواست یه جوری تصویرش رو اونجوری که خودم دوست دارم و دوستش دارم بکشم، که همیشه فکر میکردم که اون یک نور بود و دوست داشتم اون نور رو بکشم، نه که اجزای صورتش رو. و نمیدونم که این تابلو میتونه اون نوری رو که دوست داشتم بکشم از رسالت مسیح نشون بده یا نه. و اگر اجازه بدین تابلوهای دیگر رو با هم دیگه تماشا کنیم.